من وسط اتاق ایستاده بودم. دستم تو جیبم بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. بیل ترینر همچنان داشت بیرون از پنجره رو نگاه میکرد. انگار که اصلا من اونجا وجود نداشتم. بعد وقتی که سکوت برایم غیر قابل تحمل شد گفتم: میخواین براتون یه فنجان چای درست کنم؟ گفت: او؟ دختری که برای پول در آوردن چای درست میکنه. داشتم فکر میکردم که چقدر طول میکشه تا تواناییاتو نشون بدی. نه نه ممنون. گفتم: قهوه چطور؟ گفت: دوشیزه کلارک، فعلا نوشیدنی گرم برام خوب نیست. گفتم: میتونید منو لو صدا کنید؟ گفت: فرقی هم میکنه؟ پلک زدم، کمی دهنم باز شد، ولی زود خودم رو کنترل کردم. بابا همیشه میگفت این شکلی خنگ‌تر به نظر میرسم. گفتم: خب میتونم برات چیزی بیارم؟ برگشت و به من یه نگاهی کرد. چونش پر از ریش بود که انگار چند هفته بود مرتب نشده بود. از چشمانش نمیشد فهمید که چی میخواد بگه. دوباره برگشت. یکم دور اتاق چرخیدم. گفتم: پس من یه نگاهی میکنم ببینم چیزی نیاز به شستن هست یا نه. از اتاق بیرون رفتم. قلبم محکم میزد. از کشوی آشپزخونه موبایلمو درآوردم. به خواهرم پیام دادم. نوشتم: وحشتناکه، اون از من متنفره. یه ثانیه بعد جواب داد. گفت: تو فقط یه ساعته که اونجایی. ترسوی بدبخت، مامان بابا نگران پولن. یکم محکم باش، به پولش فکر کن. موبایلم رو خاموش کردم. لپامو باد کردم. رفتم دنبال سبد لباس که تو اتاق خواب بود. یه چهارم ماشین رو پر کردم و چند دقیقه هم دستورالعمل ماشین رو خوندم. اصلا دوست نداشتم برنامه ماشین لباسش رو خراب کنم یا کلن کاری کنم تا دوباره در نظر ویل یا خانم ترینر احمق به نظر بیام. ماشین لباس شوی رو روشن کردم. همونجا وایسادم و داشتم فکر میکردم که احتمالاً چه کارهای دیگه میتونم انجام بدم. از کمد سالن جارو برقی رو بیرون آوردم و سر تا سر راه رو و دوتا اتاق خواب رو جارو کشیدم. تمام این مدت داشتم به این فکر میکردم که اگر بابا و مامان منو تو این حالت میدیدن حتما اصرار میکردن که عکس یادگاری بگیرن. اتاق خواب اضافی مثل اتاق خالی یه هتل بود. حس کردم که شاید ناتان معمولا شبا نمیمونه. در ضمن نمیشه اون رو شماتت کرد. کمی بیرون در اتاق ویل ترینر مکس کردم. بعد پیش خودم دلیل آوردم که بعد اونجا هم مثل بقیه جاها تمیز و مرتب بشه و نیاز به جارو داره. توی یه طرف اون یه قفسه کتاب داخل دیواری وجود داشت که روی اون حدوداً 20 تا قاب عکس بود. همینجا که داشتم دور تخت رو جارو می‌کشیدم، به خودم اجازه دادم به اونها یواشکی نگاه کنم. تصویر مردی رو نشون میداد که از روی یک صخره بلند داشت سقوط آزاد می‌کرد. بازوهاش بزرگ و ماهیچه‌ای، درست مثل شمایل عیسی مسیح بود. عکس‌ها شبیه ویل بودند. توی یکی از عکس ها مردی رو در جایی مثل جنگل دیدم. دوباره عکس دیگه ای از اون که وسط گروهی از دوستای سرمست نشسته بود. همه مردان داخل عکس پاپیون زده و لباس رسمی پوشیده بودند و دستاشون رو دور شونه‌های همدیگه گره زده بودند. توی عکس دیگه ای داشت اسکی بازی میکرد. کنار دختری با عینک آفتابی و موهای طلای بلند ایستاده بود. کمی خم شدم تا دقیقا ببینم که واقعا خودشه که تو پیست اسکی با عینک اسکیه یا نه. ریشاش کاملا تراشیده بود و در نوری که خورشید توی عکس روی صورتش مینداخت درست شبیه چهره ثروتمندانی شده بود که سالی 3 مرتبه به تعطیلات میرد. شونهاش پهن و عضلانی بود که حتی از روی ژاکت اسکیش هم مشخص بود. خیلی آروم عکس رو دوباره روی میز گذاشتم و به جارو زدن ادامه دادم. بالاخره جارو برقی رو خاموش کردم. رفتم تا سیمش رو جمع کنم. همین که دستم رو بردم تا دو شاخه رو از پریز بکشم،
یهو حرکتی از گوشه چشمم حس کردم. از جا پریدم و یه جیغ کوچیک کشیدم. بیل ترینر در چارچوب در ایستاده بود و داشت به من نگاه میکرد. گفت: کورشل، 2 سال و نیم پیش. قرمز شده بودم. گفتم: متاسفم، من فقط. گفت: تو داشتی به عکسام نگاه میکردی؟ داشتی فکر میکردی که چقدر وحشتناک که یه روزی اونجوری زندگی کنی ولی بعدش به یه علیل تبدیل بشی. بدتر از قبل قرمز شدم. گفتم: نه. گفت: بقیه عکسام تو کشوی پایین دراوره، البته اگه تونستی به کنجکاویت غلبه پیدا کنی. بعد با یه حرکت ویلچر به سمت راست چرخید و ناپدید شد. صبح به نیمه رسیده بود، ولی قصد داشت اندازه چندین سال طول بکشه. تا اون موقع نمیتونستم دقیقه یا ساعتی رو به یاد بیارم که اینقدر طولانی گذشته باشه. تا جایی که توان داشتم سعی میکردم خودم رو مشغول کنم. به ندرت وارد اتاق نشیمن میشدم. میدونستم که به خاطر ترسیدن نمیرم، ولی برا مهم نبود. همونطوری که ناتان گفته بود، در ساعت 11 برای ویل ترینر یه لیوان آب و داروی ضد اسپاسمش رو آوردم. قصر روی زبونش گذاشتم و لیوان آب رو نزدیکش بردم. همونطوری که ناتان گفته بود، لیوان کوچیک مخصوص دارو خیلی بیرنگ بود. پلاستیک مات، مثل اسباب بازی هایی که توماس داشت. البته به غیر از اسباب بازی های بازسازنده. با کمی زور قورتش داد. بعد اشاره کرد که باید اونو تنها بذارم. چند تا از قفسه ها رو گردگیری کردم که واقعا نیازی نبود. بعدش هم پنجره ها رو تمیز کردم. خونه خیلی ساکت بود، البته به غیر از زمزمه‌ای که از تلویزیون شنیده میشد که تو اتاق ویل بود. جرئت نکردم کانال رادیویی رو که تو آشپزخونه بود رو با یه کانال موسیقی عوض کنم. همش فکر میکردم در مورد انتخاب موسیقی چیزی بگه که خجالت بکشم. ساعت 12:30 ناتان با ابروهای بالا انداخته رسید و هوای سرد بیرون رو با خودش آورد. گفت: همه چی مرتبه؟ گفتم: آره. تا حالا از دیدن کسی تو زندگیم اینقدر خوشحال نشده بودم. گفت: خوبه، حالا میتونی نیم ساعتی استراحت کنی. من و آقای ترینر این وقت روز باید به یه سری کارا رسیدگی کنیم. سری دویدم به سمت کتم. قصد نداشتم برای نهار بیرون برم، اما انگار با بیرون رفتن یک کمی از این حس قش و ضعف آزاد می شدم. یقم رو بالا کشیدم، کیف دستیم رو روی شونم گذاشتم و از راه رو به سرعت پایین رفتم. با اینکه جایی برای رفتن نداشتم، ولی فقط می خواستم برم. در واقع فقط می خواستم در خیابونای اطراف یک کمی قدم بزنم و هوای گرم نفس هام رو که به شالم محکم بسته بود رو بفرستم. توی این بخش شهر هیچ کافه‌ای وجود نداشت، مخصوصا حالا که دیگه با ترتبانم تعطیل شده بود. قلعه هم خلوت بود. نزدیکترین جایی آب میوه فروشی خیلی با کلاس بود. اونجایی که شک داشتم حتی بتونم یه نوشیدنی بخرم چه برسه به نهار مختصر، همونجا ایستادم. همه ماشین‌ها توی پارکینگ بزرگ و گران قیمت بودند و پلاک‌های تازه نمره شده داشتند. تو پارکینگ قلعه وایستادم. مطمئن شدم که بیرون از محدوده دید گرانت هاوس هستم و به خواهرم زنگ زدم. گوشی رو برداشت و گفت: میدونی که سر کار نمیتونم با تلفن حرف بزنم. هنوز که بیرون نرفتی رفتی؟ گفتم: نه، فقط میخواستم یک صدای صمیمی رو بشنوم. گفت: یعنی این مرد اینقدر آدم بدیه؟ گفتم: ترینر، اون از من بدش میاد. یه جوری به هم نگاه میکنه که انگار من یه چیز اضافه آشغالم. حتی چایم نمیخوره. من ازش قایم میشم. ترینا گفت: باورم نمیشه این چیزها رو میشنوم. گفتم: چی؟ گفت: باهاش حرف بزن، بلند فریاد بکش. البته اون آدم بیچاره ایه، توی یه ویلچر لعنتی گیر کرده.
حتما تو هم براش به درد بخور نیستی. فقط باش حرف بزن، سعی کن بیشتر بشناسیش، دیگه بدتر از این که نمیشه. گفتم نمیدونم که بتونم این کارو کنم. گفت من به ماما اینا نمیگم که تو بعد از یه نصف روز کار میخوای کارو ول کنی. اونا هیچ بهت نمیدن لو، تو نباید این کارو انجام بدی. ما از پس خرجی بر نمیایم اگه این کارو بکنی. درست میگفت. فهمیدم چقدر از خواهرم متنفرم. سکوتی حاکم شد. صمیمی بودن لحن ترینا کمی غیر عادی به نظر می رسید. خیلی نگران کننده بود. یعنی اون می دونست که من بدترین شغل دنیا رو دارم. گفت ببین فقط 6 ماه. 6 ماه که بیشتر نیست. همین 6 ماه رو تموم کن. اجازه بده حداقل یه سابقه کاری داشته باشی تا بتونی بعدن یه کاری پیدا کنی. راستی به این بخش ماجرا فکر کن. حداقل دیگه تو کارخونه جوجه کشی شب کاری نمی کنی. درسته؟ گفتم در مقایسه با این کار شیفت شب توی کارخونه جوجه کشی مثل گذروندن تعطیلات بود. ترینا گفت من دیگه باید برم لو، بعدم میبینمت. به بیل ترینر گفتم خب دوست دارید امروز بعد از ظهر جایی بریم؟ اگه دوست داشته باشید میتونیم با ماشین بریم بیرون. نیم ساعتی بود که ناتان رفته بود. من تا جایی که میتونستم شستن لیوانهای چای رو طولانی کردم. با خودم فکر میکردم که حداقل یه ساعت دیگه هم توی خونه با این آرامش و سکوت سپری کنم. سرش رو به سمت من برگردوند. گفت کجا رو تو ذهنت داری؟ گفتم نمیدونم، فقط دوری توی شهر بزنیم. داشتم وانمود میکردم که ترینا هستم. بعضی وقتا این کارو میکردم. ترینا از اون دست آدمایی که خیلی آروم و مطمئنه، برای همین هم کسی تو کارش دخالت نمیکنه. به نظر خودم با اعتماد به نفس و خوشحال بودم. ترینر انگار داشت به اون فکر میکرد. گفت اطراف شهر و مثلا چه چیزایی رو باید ببینم؟ درخت، آسمون؟ گفتم نمیدونم، معمولا شما چی کاری انجام میدید؟ گفت من هیچ کاری انجام نمیدم دوشیزه کلارک، من دیگه نمیتونم کاری انجام بدم، من فقط میشینم، احتمالا فقط وجود دارم. گفتم خب به من گفتن که شما یه ماشین دارید که برای ویلچر مناسبه. بعد گفت شما نگران این هستید که اگه هر روز از اون استفاده نشه ممکنه خراب بشه؟ گفتم نه، اما من... گفت به من پیشنهاد میدید که باید برم بیرون؟ گفتم من فکر کردم که... گفت فکر میکنید که با ماشین دوری بزنم حالم خوب میشه؟ یکم هوای تازه؟ گفتم من فقط داشتم سعی میکردم که... گفت دوشیزه کلارک، زندگی من قرار نیست با دور زدن در خیابونهای اطراف استورتفیلد تغییرات اساسی بکنه. بعد روش رو برگردوند، سرش رو تو شونه هاش کرد. فکر کردم شاید اینطوری راحت تره. الان تایم مناسبی برای درخواست کردن نبود. هر دو توی سکوت نشستیم. گفتم میخواید کامپیوترتون رو بیارم؟ گفت چرا؟ پیش خودتون فکر کردید که شاید بتونم توی گروه حمایت از معلولان عضو بشم؟ ما گروه معلول هستیم یا گروه گلوب ویلچر کوچولوها؟ نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم تون صدا محکم باشه. گفتم خیلی خوب باشه. حالا که ما قراره این ساعت رو با هم باشیم، خب شاید بهتره که همدیگر رو بهتر بشناسیم. یه چیزی تو چهرش بود که منو به شک انداخت. نگاهش مستقیم به دیوار بود و فکش تیک عصبی داشت. ادامه دادم. گفتم قراره وقت زیادی رو با هم باشیم، یه روز تمام. شاید اگه به من بگی که چه چیزی دوست داری، چه کاری دوست داری، اون وقت من هم مطمئن میشم که از همه چیز راضی هستی. این بار سکوت زجرآور بود. احساس میکردم سکوت صدام رو بلعیده. دست و پامو گم کرده بودم. ترینا و نصیحتاش رو فراموش کرده بودم. در نهایت صندلی چرخدار حرکت کرد و به آرامی در برابر من ایستاد.
گفت: دوشیزه کلارک، از شما چیزایی به من گفتند. مادرم میگه که شما آدم خوشمشربی هستید. طوری این جمله رو گفت که انگار برای زجر آوره. گفت: میتونیم یه معامله بکنیم؟ وقتی که نزدیک من هستی سکوت کنید. آب دهنم رو قورت دادم. احساس کردم صورتم گور گرفته. وقتی تونستم دوباره حرف بزنم گفتم: بسیار خوب، من توی آشپزخونم، اگه کار داشتید صدام کنید.